کار زیباسازی چهارراهی 500 فامیلی از برنامه زیباسازی شهری ریاست امور کلتوری شورای کابل با همکاری کمپانی احمدیار گروپ تکمیل و امروز توسط مولای محمد خالد ساجستانی معین خدمات شهری و حفظ محیط زیست و مولای حبیب الرحمن منصور معین امور اجتماعی و کلتوری شورای کابل به بهره برداری سپرده شد. در این مراسم رهبری شورای کابل از تاجران و سرمایه‌گذاران که تاکنون در برنامه زیباسازی شهری سهم فعال گرفته است قدردانی کرده، گفت که با تطبیق برنامه زیباسازی شهری شورای کابل با چهره و سیمای شهر بیشتر تغییر مثبت ایجاد خواهیم کرد. همینک افتتاح برابرداری چاره‌ای را داریم که در زیبایی این منطقه انشالله اثر بسزایی خواهد داشت. خواست ما از مردم و از کسایی که در این ساحه زندگی میکنند این همیست که در حفظ این کارا بسیار با ما همکار باشم و کوشا باشم. دا حقا صلور لاره ده چه سوم یشت مخ که دلتا دیر کسافات جمع و دا غذایی که و موتور د دې ځاینه موږ کثافات نقل کړل. الحمدلله د کابل شهر والی د ټولنیزو کلتوري چارو معاونیت او د کلتوري چارو د ریاست په هلو ځلو باندې د هغه د کثافاتو ډکه ساحه په دومره ښکلې ساحه باندې بدله شوه. قاری ولی گل جواد رئیس امور کلتوری شهرولی کابل گفت که مطابق دیزاین طراحی شده تحت مدیریت این ریاست نماد زیبایی در چهارراهی 500 فامیلی به شکل اساسی و معیاری با ارزش 5,300,000 افغانی به همکاری کمپانی احمدیار گروپ طی مدت 3 ماه کاری اعمار و زیباسازی شده است. زیباسازی چهارراهی شامل سنگ فرش، فواره های تزئینی آب، فضای سبز، غرس نهال و بتگل های زینتی، نصب چراغ های تنویر، نصب و رنگ‌آمیزی جدول ها و کتاره ها نیز می باشد. همچنان مولوی عبدالوکیل متوکل رئیس سرسبزی شهرولی کابل گفت که به اساس هدایت رهبری شهرولی کابل اطراف این چهارراهی پس از پاکسازی موارد غصب و انتقال تأسیسات غیرقانونی نخست هموارکاری و سپس به سرسبزی آن اقدام شده است. کار ساخت کوچه ها و پتزینه های منطقه تپه سلام مربوط گذر سه ناحیه سیوم از سوی شهرولی کابل با همکاری دفتر پروژه و سازمان ملل متحد یونپس جریان دارد. با اساس معلومات ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه های شهرولی کابل در سه نقطه این ساحه ساخت و ساز شامل اعمار آبرو و پتزینه به طول 172 متر، دومی شامل ساخت کوچه آبرو و پتزینه به طول 155 متر و سومی آن شامل ساخت کوچه و آبرو به طول 70 متر بوده که با ساخت آن به باشندگان محل سهولت های متعدد فراهم می شود. از جانب دیگر با عملی شدن این پروژه زمینه کار به اهالی منطقه فراهم شده است. توجه به ساحات کوهی و نقاط صعب العبور و ساحات محروم از تسهیلات شهری یکی از فعالیت‌های با اهمیت است که از سوی شهرولی کابل به آن توجه صورت گرفته است. مسئولان ناحیه پنجم این بار چگونگی رعایت حفظ صحه محیطی، کلچه‌پزی ها، آیسکریم فروشی ها و شماری از شرکت های تولیدی شوینده باب را در مربوطات این ناحیه به بررسی و نظارت گرفت که در نتیجه اصنافی که از مقررات شهرولی کابل پیروی نموده بود تشویق به عمل آمده و متخلفین با تادیب و توصیه روبرو شدند. از متخلفینی که خلاف ورزی آنان بیشتر بود تعهد گرفته شد که هرچی عاجل در ساحه فعالیتشان مقررات شهرولی کابل را مد نظر بگیرند، در غیر آن با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. تاریخ و کیفیت مواد خوراکی، تامین نظافت ساحه فعالیت، داشتن کاشی، استفاده از دستکش، ماسک و کلاه و داشتن کارت صحت کارکنان از جمله موارد ضروری این بررسی و نظارت به شمار می رود. مواد مختلف و اصناف بررسی شروع کرده. چه بررسی که بعضی عسکری فروشانه چه محل خلق شکایت رو مواد ترکیب سخه او نظافت سخه
نجدین راغلو دامو کتل هغه چې د توسعه وړوي هغوی ته م توسعه وکړه او اکثره بعضې کلچپزۍ چې په دې ساحه کې مخکې هم ورته توسعه شوې وه ولې هغه توسعه جدي نه وه نیولې بیا هم راغلو بعضې توسعه ورته وکړې تر څو هغه توسعه باندې نظر کې ونیسي او خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د ولس نه غوښتنه ده دغسې موارد چې په خپلو ساحو کې ګوري د کابل ښاروالۍ سره همکاره شي او موږ سره په تماس کې شي، بالخصوص که چېرته پنځمه ناحیه کې داسې موارد تاسې ګوري پنځمې ناحیې ته خپل شکایت درج کړئ. انشاءالله دا موضوع موږ بررسي کړو تر څو تاسو ته بیرته اطمینان پکې درکړو. مسئولان ناحیه دهم شارولی کابل از ساخت یک موتورشویی غیر قانونی در سرک دوم تایمنی سابقه جلوگیری کرد. قاری عبدالحی شهیدزی معاون ناحیه دهم گفت که تأسیسات غیر قانونی متخلف تخریب و به آن تفهیم شد که در آینده از تکرار همچو تخلف جدا خودداری نماید، چون ساخت موتورشویی در بین خانه های رهایشی خلاف قوانین شهری بوده ممنوع می باشد. از یک ساخت موتورشویی خودسر جلوگیری شد و یکی هم در سرک 12 قلعه فتولا، یک ساحه که خانه استملاکی بود، قبلا برشان دو سه دفعه ما احوال داده بودیم، نصفش تخریب کرده بودیم، نصف دیگه شان مانده بود که او را امروز الحمدلله ما تخریب کردیم. همچنان تخریب یک خانه استملاکی در مسیر سرک 12 هم تایمنی در ساحه عقب سرمیاشت نیز صورت گرفته است. مالک این خانه در سالهای قبل حقوق خود را از سوی شورای کابل دریافت کرده بود.